ایران در دستان شماست. درود به همیهنان گرامی در سراسر جهان. 12 سال پیش نهاد مردمی تأسیس شد با یک هدف، هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و بر اساس 5 اصل بنیادی. نهاد مردمی یک سازمان فرا ایدئولوژی هست که در این 12 سال بیش از 7000 نفر رو که اکثرا از درون کشور هستند به عنوان هموندان خودش داره. من نیز در این 12 سال در کنار این 7000 نفر سعی کردم که آنچه که از دستم برمیاد برای آزادی کشورم انجام بدم. علاوه بر تلاش‌های سیاسی که مانند بسیاری از سازمان‌های دیگر ما انجام دادیم و میدیم، یکی از ویژگی‌های نهاد مردمی تخصص این سازمان هست در کارهای سیستماتیک و فنی. در این سال‌ها نوآوری‌های بسیاری انجام دادیم که اکثرا در اپوزیسیون و سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی یا نبوده یا کمتر بوده. تلاشایی که در ماه‌های گذشته انجام دادیم و تمرکز داریم روش می‌کنیم، یکیش اینه که چندین ماهی که نهاد مردمی هر هفته در کنار بیش از 12 سازمان مطرح و معتبر سیاسی می‌نشینه و قدم به قدم داریم پیشرفت می‌کنیم که به نتایج مثبتی برسیم. برای ائتلافی که بیش از 40 سال منتظران هستیم و در نهایت شاید از اون طریق بتونیم به اون آلترناتیوی که لازم هست برای مقابله با این جمهوری اسلامی و این فتنه تبهکار اون رو ایجاد کنیم. از دیگر تلاش های برون سازمانی که نهاد مردمی در این چند روز گذشته انجام داده، نامه ای است که به وزیر امور خارجه آمریکا و پرزیدنت بایدن نوشتیم و در رابطه با مسئله برجام برای چندمین بار توضیح دادیم و به خصوص از آمریکا پرسیدیم که چطور است که شما از یک طرف آقای پوتین رو یک جنایتکار جهانی اعلام میکنید و کشور روسیه رو به عنوان یک کشوری که نقض حقوق بشر میکنه و باید آقای پوتین در لاهه اونجا دادگاهی بشه، ولی از یک طرف همون کشور روسیه رو شما میایید و نماینده خودتون میکنید که در مذاکرات برجام نماینده آمریکا باشه و با یک کشور تروریستی که جمهوری اسلامی باشه بشینه و مذاکره بکنه. دیگر این که نامه دیگری تهیه کردیم و فرستادیم برای سناتور کندی از سناتورهای بسیار معتبر آمریکا، چون که ایشون اخیراً نامه رو نوشتن و به امضای بیش از 12 یا 15 تا سناتور دیگه رسوندن که مخالفت مطلق خودشون رو در اون اعلام کردن برای برداشتن سپاه پاسداران، نام سپاه پاسداران از لیست تروریست‌های کشور آمریکا. نهاد مردمی و هموندان مادران همیشه باور بر این داشتیم که مقابله و مبارزه با جمهوری اسلامی میباید از جناح‌های مختلف و زوایای مختلف باشه. برای همین هم هستش که در سال‌های گذشته و به خصوص اخیراً در بخش‌های مختلف از جمله بخش فرهنگی و هنری نیز کار کردیم. آخرین تلاش ما در این رابطه کار نوینی بود در رابطه با موسیقی که برای اولین بار مفتخرم بگم که نهاد مردمی نخستین مسابقه موسیقی اعتراضی رو، آثار موسیقی اعتراضی رو برگزار کرد به نام ایران فریدم آیدو، که این برنامه که خب آسون نبود و تعدادی از هموندان ما ماهاست در اون زحمت میکشن، هفته گذشته چند روز پیش به پایان رسید و امروز در برنامه امروز برندگان نهایی مسابقه رو اسامیشون رو اعلام خواهیم کرد. برویم و با هم برنامه پایانی ایران فریدم آیدل رو ببینیم. Thank you.
ایران فریدام آیدل نخستین مسابقه جهانی مجازی بود که حدود 8 ماه پیش نهاد مردمی با هدف معرفی و کشف هنرمندان ایران دوست که با آثار موسیقی های اعتراضی، مبارزاتی و سیاسی خود خواهان ایرانی آزاد هستند، آغاز نمود و روز یکشنبه 17 آوریل به پایان رسید. هنرمندان 3 ماه فرصت یافتند تا آثار خودشون رو به مسابقه بفرستند که طی این مهلت 47 اثر از نقاط مختلف دنیا و از جمله ایران دریافت شد و 33 اثر که موازین و مقررات مسابقه رو رعایت کرده بودند در مسابقه شرکت داده شدند. از هنرمندان شایسته و سیاسی سرزمینمون داوری افتخاری و داوطلبانه این مسابقه را پذیرا شدند. در این مسابقه بیش از 10,000 دلار جایزه تعیین شده بود که به هنرمندان 8 اثر موسیقی شرکت کننده و چندین کاربرانی که به حکم قرعه انتخاب شده بودند تقدیم شد. مسابقه در 5 مرحله رأی‌گیری برگزار شد که در مرحله نخست وزن نمرات داوران 90% و وزن آرای هممیهنان 10% و در بقیه مراحل وزن آرای داوران و هممیهنان برابر، یعنی 50% بود. در مرحله نخست مسابقه 10 فینالیست از میون 33 اثر شرکت کننده به مرحله بعدی راه یافتند. در مراحل بعدی رای‌دهی 7 اثر از میون 10 فینالیست از ادامه مسابقه باز موندن و در مرحله پنجم یا نهایی برندگان نخست تا سوم این مسابقه مشخص شدند که در برنامه امروز اونا رو معرفی خواهیم کرد. همراهان گرامی مسابقه ایران فریدام آیدل، نسرین زیربندیان هستم. به برنامه پایانی مسابقه ایران فریدام آیدل خوش آمدید. در برنامه امروز تلاش کردیم برنامه پروپیمونی رو تدارک ببینیم. در این برنامه تعدادی از داوران نظرات خودشون رو درباره این مسابقه بیان می‌کنن، برنده آخرین قرعه کشی رو هم اعلام می‌کنیم و در نهایت 3 برنده نهایی این مسابقه معرفی میشن. با عرض ادب و احترام خدمت تک تک دوستان و بینندگان عزیز، امیدوارم هر کجای دنیا که هستید حال دلهاتون خوب و سلامت و تندرست باشید. بهرام راد، نوازنده، آهنگساز، تنظیم کننده و خواننده موسیقی های تبر، زنده به گور و رو به آزادی در این دوره از مسابقات ایران فریدام آیدل هستم و بی نهایت سپاسگزارم از برگزار کنندگان این مسابقه که برای اولین بار موسیقی های اجتماعی، سیاسی و مردمی رو در یک قاب گرد هم جمع آوری کردند و این فرصت رو در اختیار ماها قرار دادند که این آثار رو
با شرایط مطلوب تری در اختیار مخاطبانمون قرار بدیم. فرصت کوتاهه و من خیلی نمیخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم و فقط میخوام یادآوری بکنم که تولید و اجرای این قبیل آثار صرفاً فقط از روی عشق و علاقه به آب و خاک و هموطنان عزیزمون در ایران شکل میگیره و میدونم تک تک دوستانی که در این مسابقه شرکت کردن بدون هیچ چشم داشته مادی و فقط از روی عشق و علاقه این آثار رو اجرا کردن و جا داره اینجا من به تک تک این دوستان خسته نباشید بگم. در نهایت امیدوارم روزی فرا برسه که هر کسی با هر نظر و عقیده و با احترام متقابل در کنار هم با صمیمیت و دوستی در ایرانی آباد و سربلند زندگی بکنه. پاینده باد ایران و زنده باد آزادی. سهمم از گنج فقر و فحشا، سرزمینم چقدر درد و عذاب، حقم از زندگیم مردن نیست، شادی مردمم شده یه سراب، وطنم ای شکوه خاک شده. با درود به هموطنان گرامی هر کجای دنیا که هستن، ارزیابی من اولا من واقعا ستایش میکنم این ایده و این فکری که بعد از این همه سال بیاید و شما اقدام کنید به این که جوانها رو تشویق بکنی به این که بیان و موسیقی اعتراضی رو بسازن و ساپورتشون بکنید، حمایتشون بکنید، یه دستمایه در اختیارشون بذارید. این خیلیه. من خودم به عنوان یک خواننده قدیمی که کارهای اعتراضی کردم، سالیان درازه که واقعا خیلی مواقع احتیاج داشتم که ساپورت بشم و متاسفانه خیلی به ندرت ساپورت گرفتم، یکی دو دفعه و نه بیشتر، و امیدوار هستم که حالا از این به بعد این باعث تشویق بشه، همه تشویق بشن که دوباره این کار بشن. عرضم به حضورتون سالهای سال میدیدیم که هنوزم هستن رسانه‌های بسیاری هستن که با پول عرب و عجم و بابا که همه مردم دیگه میدونن اومدن و تلویزیون های پروپایمونی رو راه انداختن و پول های آنچنانی خرج کردن و دادار دودو رو شیپور زدن حسابی و یه سری جوان رو آوردن به عنوان هنرمند و اینا معرفی کردن و بعدم بعد از این که تازه انتخاب کردن که همه هم خیلی هم تماشا میکردن، بعد از اینکه برنامه تموم شد هنرمندایی که انتخاب کردن اصلا 6 ماه بعد هیچ کسی یادش نمیومد اینا کدوم هنرمند بودن. و این خب چرا اینجوری بود؟ من معتقد هستم اگر همین تلویزیون های محترم می آمدن در کنار اون کاری که خیلی قشنگ و سرگرم کننده بود می آمدن یه بخشی هم می ذاشتن برای هنرمندانی که حرف مردم رو می زنن، حرف توده های امروزین ایران رو میزنن که میان تو خیابون به قول خودشون کف خیابون مشکره میکنن، جونشون رو میکنن سپر خودشون و میان وسط و مسلمان اکثر مواقع هم جونشون رو دست میدن، ولی هنرمندان بیان و حرف اونها رو بزنن و میامدن یک خود اینها رو ساپورت میکردن، میدیدید که امروز روز همشون شناخته شده بودن. کما اینکه یکی دوتا هنرمند هستن که اومدن در خفا دارن کار میکنن یا نه از دور دست دارن کار میکنن، اصلا چهرهاشون هم نشون ندن و اسمشون پیچیده تو مردم، مردم اینا رو دوست دارن و اهمیت میدن. چرا؟ به خاطر اینکه حرف مردم رو میزنن. من معتقد هستم که هنرمندانی که امروز روز با ایران فریدم آیدل کار میکنن به خاطر اینکه حرف مردم رو میزنن، مردم به اینها یک برداشت دیگری از کار هنری اینها دارن و ارزش میذارن و محترم میشمارندشون و در آینده اسماشون بزرگتر خواهد شد، جایشون تو دل مردم حتی از اون هم بزرگتر. امیدواری. ارزیابی دیگه ای که مربوط به فریدم آیدل میشه اینه که خب مسلما سال اوله و بذارین ما سنگی رو بنا گذاشتیم که حالا در آینده دیگران، دوستان دیگر، خود شما میتونید به کمک کنید و این رو به عنوان یک ساختمان یا عمارت بزرگ بناش کنید و ببریمش بالا. مثلا یکی از چیزهایی که خیلی مهمه بودن و تداوم
قضاوت داوران تا انتها بوده که این نبوده، این فقط در قسمت اول بوده. من خودم دو تا اثر رو خیلی پسندیدم و خیلی دوست داشتم، یکیش خونسان بود که اولین اثر بود، من خیلی دوست داشتم این اثر رو، و دیگریشم اگر اشتباه نکنم اینجا نوشتم زندان اوین، کار اولی کار ترانتیس بود و دومی کار سیامک هاتم. اینا رو من خیلی دوست داشتم، اون کابوس پریها هم خیلی دوست داشتم، ولی اینا هیچ کدوم توی فینالیست آخر در نیومدن، در حالی که من بیشترین نمرات رو بهشون داده بودم. خب این به خاطر این بود که از یک مرحله به بعد داوران دیگه سهیم نبودن. در مورد اینکه چقدر اهتمام و اهمیت داره این کار فریدم آیدل، فکر میکنم قبلا هم یه بار گفته بودم، به نظر من اهتمامش اونجاست که عرض کردم در ابتدای گفتارم، ما به عنوان رسانه، ما به عنوان جمعیت آزاد خارج از ایران، تبعیدیان معترض، واقعا باعث شرمساری که خوانندگان و هنرمندان اینه همچون خود من لنگ باشن که ساپورت بگیرن، ویدیویی بذارن، آهنگی سرودی بسازن که بتونه مبارزات و اعتراضات مردم رو بهش رنگ و حال دیگه بده، حس و حال دیگه بده و مردم رو تشویق کنه، حس هنری، اون حس احساسه رو جاری بکنه در رگ‌های اعتراض و رگ‌های مبارزات. ولی متاسفانه نداشتیم. این خیلی مهمه که حالا سازمانی وجود داره که این کار رو بکنه و امید دارم به عنوان یک هنرمند فقط و یک هنرمندی که مبارزه و معترضه، امید دارم که فریدم آیدل بتونه بیشتر بره، مردم ساپورتش بکنن، فقط روی خودش نباشه. اینا همش بودجه ها و ابتکارات و اشتیاق شخصی آدم هاست که میان و این کار رو میکنن. ما امیدمون این است که مردم اینقدر ساپورت بکنن که بشه سازمان، بشه ارگانیزیشن، بشه کمک به نه به یه نفر، نه به دو نفر، بتونه به تمامی اونهایی که حرفشون هنرمندانه است و قشنگ کارشون از نظر متد، از نظر همه چیز درسته و لنگ این هستن که کسی ساپورتشون بکنه، استودیو در اختیارشون بذاره، فیلمشون رو بسازه، ویدیوشون رو، شعری براشون بگه، آهنگی بسازه، این کار رو هممون هم دیگه بکنیم. پس اهمیتش بسیاره. از نفیسا و باربد تا برخی از نوازندگان و آوازخوانان عصر حاضر همواره یک رسالت تاریخی داشتند و آن تجلی حسیان خشم ملت‌های دربند از گلوی هنرمندان عرصه موسیقی بوده و هرگاه ظلم حاکم از حد می‌گذشت و خفقان و ترس دلها را از هم دور می‌کرد، این صدای آزادی بود که ابتدا در قامت شعر تجلی می‌یافت و سپس نوازندگان و خوانندگان مبارز آن را در آهنگی پرآوازه و شکوهمند در گوش مردم تنین انداز می‌کردند. همسویی موزیک و مردم به راستی به ظالم این پیام را منتقل می‌کرد که در عصر ظلم و ترس و زندان صدای مردم صدای خداست. ایران فریدم آیدل به دنبال کشف هنرمندان میهندوست و پیشاهنگان آزادی است که صدایشان توان آن را دارد تا از گلوی میلیون‌ها آزادی‌خواه فریادی شود و دیوارهای استبداد را فرو ریزد. درود به شما گرامیان و دوستان عزیزم، در سر تا سر گیتی عرشک هستم. خواستم با انتشار این ویدیو تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شما عزیزان که در طول مسابقه ایران فریدم آیدل حمایتم کردین تا با رأی خودتون من رو به فینال مسابقه رسوندین. واقعا زبونم واسه از این همه مهر، لطف و محبتی که به من داشتین. من در مدت 4 سال فعالیتم از هیچ رسانه و هیچ وبسایتی حمایت نشدم، اما شما عزیزان همیشه رسانه و صدای من بودید. بسیار سپاسگزارم. اینجا جا داره درود بفرستم به مجموعه نهاد مردمی جناب دکتر ایمان فروتن و همکاران عزیزشون در این مجموعه که اولین اتفاق بزرگ هنری و بعد از گذشت 43 سال در فضای سیاسی اجتماعی رقم زد. امیدوارم این راه ادامه پیدا کنه و بستری فراهم بشه که هنرمندانی که دغدغه وطن دارن از این بستر بتونن استفاده کنن. بسیار سپاسگزارم باز هم از همتون. به امید آزادی ایران، پاینده باد ایران. این که تفت قل کم بانده و نبیس از آسل سل و سینه از قامت مادری که خم مانده، بنویس از طلوع آزادی اندکی صبر یک قدم مانده،
با درود. من فکر میکنم برای شروع اولین سال این مسابقه، مسابقه ایران فریدوم آیدل، مسیر خوبی طی شد و عملکرد خوبی داشت. دوستان با استعداد هنرمند آثارشون رو به موقع و منظم طبق مقررات مسابقه ارسال کردن و بعضی از این 33 آثاری که دریافت شدن به واقع از اشعار، ملودی، تنظیم و اجرای بسیار خوبی برخوردار بودن. من به تک تک این هنرمندان تبریک میگم و از اینکه با شجاعت و حس میهن‌دوستی و همدردی در مورد فجایعی که در خاک کشورشون میگذره با دلسوزی و همدردی نگاه میکنن، اونها رو تحسین میکنم. به نظر من کاری که هنرمند اعتراضی انجام میده علاوه بر خلاقیتشون و گرفتاری های تولید اثر، دغدغه مسائل روز جامعه نیز هست و اینکه اونها بایستی با خودآگاهی سیاسی و اجتماعی و مطلع بودن از وقایع دور و بر آثاری رو خلق بکنن که مردم رو به مسیر درست هدایت بکنن و این رسالت و تعهد سنگینی هستش که میتونه بر دوش هنرمند باشه. برجد من برای این هنرمندان به خصوص فینالیست های با استعداد خوبمون آرزوی موفقیت میکنم. امیدوارم که شکوفایی بیشتری هر روز در کارهاشون ببینیم و همچنین از سازمان ایران فریدوم آیدل تشکر دارم که عزم به بنیاد این چنین مسابقه گذاشتن و در این میان امیدوارم که تولد هنرمندان بیشتری رو در این مسیر داشته باشیم تا با سلاح هنر بتونن راهگشای موزلات میهنمون باشن و با خلق آثار محرک و بیدار کننده شون وجدان و غیرت ملتمون رو هرچه بیشتر برای کسب آزادی و حقوقشون به لرزه در بیارن. واقعا بیشتر آثاری که دوستان هنرمند فرستاده بودن حرفه‌ای بودن و اگر من الان دو اثر از بهترین ها رو گلچین میکنم به دلیل این هستش که در این دو اثر تمامی ستون ها بسیار خوب بنا شده بودن. ستون آهنگ، شعر، تنظیم، اجرا، نوازندگی، میکس، مسترینگ، همگی کارشون رو به نحو احسن انجام داده بودن. در مورد آثار دیگه اگر بعضی از اونها به رتبه های بالاتر راه پیدا نکردند، من شخصا فکر میکنم که اجزای اون اثر در کل با هم در یک سطح پرواز نکردند. برای مثال در یک اثر شعر و آهنگ و تنظیم عالیه، ولی صدای خواننده که سکان کشتی رو به عهده داره در جاهایی کم میاره و از تسلط کافی برخوردار نیست و بالعکس در آهنگهایی اجرا و صدای خواننده در حد حرفه‌ای و بسیار تاثیرگذاره، ولی برای مثال آهنگ و ملودی حرف خیلی جدید و متفاوتی نمیزنه. ولی روی هم رفته و بعد از همه این صحبت ها باورم کنید اکثر هنرمندان این مسابقه خودشون به زودی استاد خواهند شد و کارشون بسیار ستودنی و من به وجودشون میبالم. حال برگردیم به دو اثری رو که من جزو بهترین ها پسندیدم. یک، کابوس پریا. دو، تنین آبان. این دو اثر هر دو در کل و مجموع بی نقص بودن و همه عناصر کارشون رو به بهترین وجه انجام دادن. آهنگ کابوس پریا یک آهنگ اعتراضی با ملودی لطیف و احساس برانگیز، شعر اون بسیار زیبا، تنظیم و انتخاب سازها و نوازندگی عالی هستند.
ملودی به خواننده فرصت کافی برای تحریر دادن صداش و بهره بردن از تکنیک های زیبا رو میده و آقای شایان عزیز بسیار حرفه‌ای و با تردستی و مهارت صداشون رو با شعری که سروده خودشون هم هست و همچنین با ملودی فوق‌العاده زیبای آقای مهدی زنگنه تلفیق دادن. در واقع تلفیق شعر و آهنگ و اجرا بسیار جفت و جور هستش. و اما آهنگ زیبای کمین آبان که یک آهنگ تمام عیار در مجموع است، شعر بسیار قوی، ملودی به وجد آورنده و صدا و اجرا حرفه‌ای، همونطور که برای یک آهنگ حماسی ایجاب میکنه، عرشق بسیار مسلط با خشم و عصبانیت و پر از احساس و با یک کاراکتر محکم ادای مطلب میکنه و سبک و ریتم و ارکستراسیون آهنگ هم برای برانگیختن مخاطب بسیار خوب انتخاب شده است. برای دیگر هنرمندانی که در این مسابقه شرکت کردند، امیدوارم به رسالت مقدسشون در این راه هنری و بشردوستانه و برای شکوفایی هرچه بیشتر همچنان ادامه بدن. با سپاس بیکران و آرزوی آزادی میهنمون. ما ملت حماسه و نبرد هستیم. با موسیقی شاد و غم‌زده نمیتوان مردم را به خیابان کشاند. نیاز ملی ما در عرصه موسیقی تولید ترانه‌های حماسی است که غرور تاریخی و میهنی از دست رفته را احیا کند تا دیگر بار در خاطر میهن زنده شود روزگار دلاوری و پهلوان بودن. الگوی هنرمندان در این کارزار بزرگ باید فردوسی بزرگ قرار گیرد، چرا که او در آن شرایط دشوار تاریخی که استواری میهن در آستانه فروپاشی و چند پارگی بود، با ابر اثر خود شاهنامه توانست بیدار کند خفتگان را و متحد کند اقوام را زیر نام پرچمی مقدس با نشان شیر و خورشید. ایران فریدم آیدل میدان تمام عیار این فرصت تاریخی است برای گمنامان عرصه موسیقی تا با اثر خود حماسه نبرد را سرودی تازه کنند در رگهای میهنمان ایران. برخیزید و سرود آزادی بخش خود را بخوانید. سلام خدمت عزیزان، فرزاد بینی هستم، 42 سالمه، خواننده آهنگساز و ترانه‌سرا از شهر کلن آلمان. حدود 12 ساله که در زمینه موزیک خصوصا موسیقی پاپ فعالیت میکنم. در طی سالهای اخیر من به احساس مسئولیت و اتفاقاتی که در کشورم رخ میداد ترجیح دادم بیشتر رو به کارهای اعتراضی بیارم، چرا که زمینه موسیقی در بین مردم ما خیلی خیلی باز هست و مردم استقبال خوبی میکنند. خواستم از این طریق پیام رو به مردم برسونم، اعلام همبستگی حداقل برای من هنرمندی که در خارج از ایران هستم با مردم داخل ایران این پیوند رو ایجاد بکنم. خیلی باید دقت بکنیم که در کارهای اعتراضیمون کورسوی امید رو خاموش نکنیم. خیلی از کارهایی رو من میشنوم که رو میاره به اتفاقات تلخی که در داخل ایران هست. بله هست و اینا رو ما میدونیم. منتها وظیفه‌ای که بیشتر برای ما مهم هست اینه که احساس امید رو در بین مردم زنده نگه داریم. این که من اگر برنده بشم این راه رو ادامه میدم یا خیر، قطعا من قبل از اینکه اصلا آگاه بشم از این مسابقه این راه رو انتخاب کرده بودم و ادامه خواهم داد، چرا که هدفی والاتر از جوایز و مبالغ نقدی در این انگیزه من خوابیده. و جا داره تشکر کنم از دستاندرکاران برگزار کننده مسابقه ایران فریدم آیدل. این خیلی خیلی مهم بود برای من. شاید خودم اولین بار که این اطلاعیه رو دیدم باور نمی کردم و چندین بار گوش کردم با دقت و دیدم نه، واقعا در رابطه با موسیقی اعتراضی هست، نه برای جوایزش، برای این که یک بخشی از جامعه مدنی ما توجه مهمی رو به این سبک از موسیقی داره و جدا از اون مسائلی که ایجاد انگیزه کردیم با جوایز مالی، همین که باعث شدید که دیده بشن خیلی از هنرمندان مستقلی که با هزینه‌های شخصیشون دارن کار میکنن و هدف دارن در کارشون، دیده بشن، شنیده بشن. به نظرم تک تک عزیزان که شرکت کردن برنده های واقعی هستن.
خیلی ممنون به امید آزادی در ایران. پر از خشمم، پر از فریاد، پر از درد و پر از کینه. نمیدونی چه دردایی نشسته توی این سینه. 176 نخبه با پروازی به هیچ استان. خدایا این گلو خشکی پای بغض بلوچستان. تو آبانی که رد خون. هنر منعکس کننده مسائل جامعه است، مخصوصا موسیقی که از همه هنرها فراگیرتر هست و با نفوذتر. در موقعیت فعلی مملکتمون هنرمندا متعهد هستند تا منعکس کننده وقایع ناگوار جامعه باشن، تا صدای اون قشر ستم دیده رو به جهانیان برسونن و با اعتراضاتشون افشاگری بکنن. موسیقی سیاسی و متعهد نوع موسیقی هست که از نظر ملودی شنونده بتونه باهاش همگام بشه و از نظر کلام بتونن که باهاش در بار اولی که گوش میکنن رابطه برقرار کنن. و البته قشر جوان و طبقه دو و سه مردم بتونن باهاش اونطور رابطه برقرار کنن که حسش بکنن. این مسابقه که آزمایشی بود برای اینکه جوانای ایران در زیر چادر زور و خشونت و سرکوب نشستن بتونن آثار خودشون رو در جایی ارائه بدن، و من مطمئن هستم که تعداد کثیری از این جوانا دلشون میخواد که برای مملکتشون یک کاری بکنن و یک قدمی بردارن و اثرگذار باشن. و من خیلی خوشحالم که به واسطه تکنولوژی رایانه‌ای که این روزها در مسابقات بزرگ استفاده میشه برای رأی‌گیری از مردم، و البته دکتر ایمان فروتن تخصص بسیار خوبی داره تو این کار، همه مردم تونستن شرکت بکنن در این کار و نظریات خودشون رو بدن، که البته رأی مردم بسیار بسیار هم مهم بوده. و این مسابقه آغازی است برای حرکت‌های بزرگتر در آینده. امروزه که بعد از 43 سال حکومت استبدادی ایران در مرز فروپاشی قرار گرفته، باید همه هنرمندا صدای راستین مردم باشن. 32 تا آهنگی که به مسابقه فرستاده شده بود همه از نکات بسیار خوبی برخوردار بودن و هدف تاثیرگذاری سریع در جامعه بود که تعدادی از اونها رو انتخاب کردیم. ولی به شخصه دست همه هنرمندانی که کار فرستادن و فعالیت میکنن برای مملکتشون من از دور میفشارم. موفق باشید. لازمه بار دیگه یادآوری کنیم هنرمندانی که در این مسابقه شرکت کردن، همبستگی خودشون رو با ملت قهرمان و آزادیخواه ایران که در هر فرصتی اعتراض خودشون رو در کف خیابونا فریاد میزنن نشون دادن. به همین دلیل همه آثاری که در مسابقه پذیرفته شدن برای ثبت در تاریخ مبارزات مردم ایران برای آزادی در دیوار افتخار وبسایت ایران فریدام آیدل قرار گرفتن. جا داره همینجا از هممیهنان گرامی درخواست کنیم که لینک آثار میهنی، اعتراضی، سیاسی و مبارزاتی هنرمندان ایران دوست سرزمینمون رو برای ثبت در تاریخ موسیقی از طریق وبسایت ایران فریدام آیدل با کلیک بر دکمه سرخ رنگ فرستادن لینک موسیقی سیاسی برای ما بفرستن. پنجمین و آخرین قرعه کشی برای شرکت کنندگان در رای دادن، نظر دادن و به اشتراک گذاردن آثار انجام شد و هممیهنی با نام کاربری کاوه الف برنده $100 جایزه نقدی شدند که با ایشون تماس گرفته شده تا جایزه شون رو براشون بفرستیم. بریم با هم یک موزیک ویدیو ببینیم و برگردیم.
شب سرابی دیدم، آشفت خوابی دیدم، ملک خرابی دیدم، رنج و عذابی دیدم، وهم و خیالی دیدم، امر محالی دیدم، من قیل و قولی دیدم، مکر شغالی دیدم، روز سیاهی دیدم، شام تباهی دیدم، سرها به چاهی دیدم، نفرین و آهی دیدم، من ازدهامی دیدم، سودای خامی دیدم، سحر کلامی دیدم، فعل حرامی دیدم، خلق عجیبی دیدم، حال غریبی دیدم، خون و صلیبی دیدم، حفا و قصیبی دیدم، من التهابی دیدم، من اضطرابی دیدم، هر سو نقابی دیدم، مرگ عقابی دیدم، زندان و بندی دیدم، دار و کمندی دیدم، پست و بلندی دیدم، سی سال و اندی دیدم، داغ و درفشی دیدم، افتاد رخشی دیدم، من آزرخشی دیدم، گریان بدخشی دیدم، اوج و عزیزی دیدم، چشمان هیزی دیدم، من تیغ تیزی دیدم، قتل عزیزی دیدم، از نو حبوتی دیدم، از نو سقوطی دیدم، دام و بلوتی دیدم، من قوم لوتی دیدم، خشکید باقی دیدم، خاموش چراغی دیدم، دست چلاغی دیدم، شیخ اولاغی دیدم، مهنت سرایی دیدم، جور و جفایی دیدم، زشت اجتماعی دیدم، حرس جماعی دیدم، فصل خزانی دیدم، ظلم ایامی دیدم، آه و فغانی دیدم، من شوکرانی دیدم، فقر زیادی دیدم، توفان و بادی دیدم، ابلیس شادی دیدم، فریاد و دادی دیدم، من نیش ماری دیدم، سگهای هاری دیدم، قوم تتاری دیدم، ابله تباری دیدم، خون دیدگانی دیدم، دیوانگانی دیدم، دل مردگانی دیدم، بد چهرگانی دیدم، مرد جفنگی دیدم، تیر و تفنگی دیدم، میدان جنگی دیدم، زهر و شرنگی دیدم، خوک و گرازی دیدم، ریش درازی دیدم، بشکست سازی دیدم، در خون نمازی دیدم، شهریارم رام چشم، صد هزاران گل شکفتم، بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران رام چشم، بشنو حدیثی دارم، چشمان خیسی دارم، شعر نفیسی دارم، لحن سلیسی دارم، بنگر چه حالی دارم، قصد جدالی دارم، من شور و حالی دارم، تقدیر و فولی دارم، در سر هوایی دارم، بانگ صدایی دارم، در دل نوایی دارم، من
نوایی دارم صبح پگاهی دارم از نو نگاهی دارم دیده براهی دارم فرخند ماهی دارم تو تک پش پشه آخون باید ما پشه تو تک پش پشه آخون باید ما آنجا که کلام از سخن باز می ایستد موسیقی آغاز می شود و آنجا که امید نجات در خاطر یک ملت می میرد ترانه تو آغاز می شود و زنده می کند امید را. باز می کند چشم های بسته را، دست های جدا مانده را به هم می رساند برای وحدت بزرگ و خیابان رودی می شود جاری که استبداد را به وحشت می اندازد. خوش صدا، این سکوت امیدکش ترانه تو را میجوید. برخیز و بخوان شعر رهایی را. ایران فریدم آیدل فصل میان خوانندگان و آرمان مردم آماده به خیزش است. اینجا به انتخاب پیشاهنگان بزرگ موسیقی کشور و رأی مردم، نامتان در سپهر موسیقی سیاسی از تاریک خانه تاریخ بیرون کشیده خواهد شد. یکی که دیگه تحملشو ندارم بیشتر از این منتظر بمونم تا بفهمم برنده اول و دوم و سوم این مسابقه کیا هستن. پس بیاین برای اینکه بیش از این منتظر نمونیم تا بفهمیم بالاخره نتیجه این همه تلاش هنرمندان شرکت کننده و حمایت‌های بی‌دریغ شما چی شده، بریم از دکتر ایمان فروتن گرامی پدید آورنده مسابقه ایران فریدام آیدل بخوایم که نام برندگان جوایز نهایی مسابقه رو اعلام کنن. خب همیهنان گرامی و هنرمندان گرامی، بالاخره رسیدیم به اون لحظه‌ای که همه منتظرش بودیم و بدون تلف کردن وقت اجازه بدید که من این پاکت رو باز بکنم و اسامی سه نفر برندگان این مسابقه رو خدمتتون معرفی بکنم و برای اینکه وقت تلف نشه من این پاکت رو که باز کردم اسامی رو به ترتیب میخونم، مکس نمی کنم. اول برنده سوم رو میگم، برنده دوم و اثر نخست که انتخاب شده. خب حاضرید؟ برنده سوم مسابقه ایران فریدم آیدل رو به آزادی بهرام راد، برنده دوم ردای خون فرزاد بنی و اثر برگزیده نخست در مسابقه ایران فریدم آیدل تنین آبان عرش. از طرف خودم و تمامی اعضای تیم ایران فریدم آیدل و هموندار نهاد مردمی تک تک شما عزیزان و همچنین همه شرکت کنندگان در مسابقه ایران فریدم آیدل تبریک میکنم. با تو هم ای مورخ تاریخ بنویس و مرا کتابم کن، بنویس از گلوله جنگی از نبرد گلنگ دن با سر، بنویس از کبودی با تو علت صرفه های اشکاوه، بنویس از غم خیابان ها از جسد های روی هم مانده، بنویس از جدال ما با کو این کتابت قل کم مانده، بنویس از مسلسل و سینه از قامت مادری که خم مانده، بنویس از طلوع آزادی اندکی صبر یک قدم مانده، در شقیقه تاریخ آخرین انتفاضه ما را، این که دشمن شبانه دفنش کرد
تکه های جنازه ما را ثبت کن از روایتی خونین ناجی ما کف خیابان شد دست هم را گرفته بودیم و عشق یک آن گلوله باران شد بنویس از غم خیابان ها از جسد های روی هم مانده بنویس از جدال ما با کو این کتافت قل کم مانده بنویس از آسل سل و سینه از قامت مادری که خم مانده بنویس از طلوع آزادی اندکی صبر یک قدم مانده تا فتح قله می جنگم محکمش می کنم ستونم را دهم در قبال آزادی آخرین قطره های خونم را شورشی با شعار آزادی شورشی از دل هزاران درد شورشی از سکوت زن بودن شورشی از سلاتم یک من شاد باش خدمت این هنرمندان گرامی باید یادآوری کنیم آنچه به دست آورده اید حاصل اعتماد ملتی است که آثار شما رو در امتداد مبارزه ملی خود برای رهایی ایران از چنگال فرقه تبهکار میدونه این دستاورد بسیار بزرگیه که بیشک به رسالت شما به عنوان هنرمند در قبال ملت مبارز ایران خواهد افزود صفحه برندگان در وبسایت ایران فریدام آیدل گشایش یافت و مشخصات 3 برنده نهایی و 5 برنده جوایز جانبی در این صفحه منتشر شد. به امید اینکه سال آینده همه ما در ایرانی آزاد بوده و نیازی به برگزاری فصل دیگه‌ای از مسابقه ایران فریدام آیدل نداشته باشیم. با آرزوی استقرار نظامی دموکراتیک و سکولار در میهن عزیزمان ایران بدرود.